پسری که به ترسناک‌ترین مدرسه دنیا میره و بدترین بلاها سرش میاد. گلاسیا سلام. امروز من این فیلم کروزاند و ال لیمیته رو ببینیم، یا به انگلیسیش میشه لاک آپ و زندانی، به فارسیش میشه عبور از حد. این فیلم رو من هرچی گشتم نتونستم حقیقتا پیدا کنم توی سایت های ایرانی، مخصوصا زیرنویس فارسی شو. دارم باز میگردم، اگه بتونم از سایت های خارجی بدون زیرنویس براتون قرار میدم، میتونید ببینیدش. یکی از فیلم های فوق العاده خوب اسپانیاه و در مورد سیستم آموزشی کل دنیاست. حتما پیشنهاد میدم که این خلاصه رو ببینید. قبل شروعش هم بگم لطفا لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما یکی دو تا کامنت انگلیسی بذارید، چون یوتیوب جدیدن داره خیلی سابای کانال منو میپرونه. بریم فیلم ببینیم. حواستون به اسپویل و کامل و صحنه‌های قشنگش باشه. با شروع فیلم مردی به اسم لوئیس رو همراه پسرش فرن میبینیم که همش دارن با هم دیگه دعوا میکنن. فرن رفیق بازه، یه دختر به اسم نوریا و یه پسر به اسم میگل رفیق فابریگاشن. شبا بیدار میمونه با اونا صحبت میکنه، یه لحظه میرن عشق و حال و خلاصه به پدر زیاد اهمیتی نمیده. از اون طرف هم لوئیس خیلی نگران فرن و میگه چرا درس نمیخونی، سر کار نمیری و مدام داره باهاش بحث میکنه. خب البته فرن هم اصلا بهش گوش نمیده. این هم اشاره کنم که فرن و نوریا رفیق فابریک هم دیگن، ولی اولین رابطهشون رو با هم دیگه برقرار میکنن و نوریا میگه من واقعا دوستت دارم، اما فرن میگه من نمیخوام تو رابطه باشم، تو فقط برام مثل یه دوست صمیمی. یه روز دیگه هم میگذره و میبینیم که بین میگل و فرن یه دعوای شکل میگیره، دعوای بعدی که به کتککاری خیلی شدیدی منجر میشه و آخر به لوئیس زنگ میزنن که بره بیمارستان دنبال پسرش. وقتی هم میرسه پدر مادر میگل میان و باهاش دعوا میکنن که دیگه نمیخوایم پسرت با پسرمون رفیق باشه و رفت آمدی بکنن. تو راه برگشتم خب بین پدر و پسر دوباره دعوای شکل میگیره و لوئیس شروع میکنه به نصیحت که نباید این کارو با زندگیت بکنی. حتی بهش میگه فردا بعد پیشم بیای سر کار، که فرن هم عصبانی میشه و یه دفعه میزنه تو گوشه پدرش. میرسه روز تولد فرن که میبینیم پدرش کلی پول میپیچونه و با رفیقاش میرن کلاب که عشق و حال بکنن. اینجا متوجه میشه دوست صمیمیش نوریا که با هم رابطه هم داشتن داره پسر دیگه رو میبوسه، که خب اینم باز بیشتر از قبل عصبانی شده. همزمان با این اتفاق هم لوئیس خونه تنهاست و میبینیم که یه کیک خریده بوده تا فرن رو سورپرایز کنه، ولی خب پدرش اصلا خونه نیستش. دیگه خیلی عصبانی و به هم ریخته شده و شروع به گشتن تو اینترنت برای راههای تربیت بهتر پسرش میکنه. اینجا با سازمانی به اسم سیمکا آشنا میشه، سازمانی که شعارش اینه اگه نمیتونید از پس تربیت بچه هاتون بر بیاید بفرستید پیش ما و ما اونو سر به راه میکنیمش. نظرات پدر و مادرهای دیگه هم در مورد این سازمان خیلی مثبت و خب لوئیس هم مشتاق میشه. صدای در خونه میاد و خب فرن برگشته و لوئیس هم کامپیوتر رو خاموش میکنتش. میبینیم که فرن به خاطر اتفاقی که برای نوریا افتاده خیلی به هم ریخته است و اسم میکنه بهش خیانت شده. یه لحظه هم میخواد با پدرش درد و دل کنه، اما خب یادش میاد که چه دعواهایی بینشون و بی توجه به اون میره توی اتاقش. روز بعدی میرسه، لوئیس رفته به یکی از همایش‌های همون سازمان سیمکا و سخنرانی اومده که در مورد فعالیت‌های سازمان و نقش مثبتش تو تربیت بچه‌ها صحبت می‌کنه. حرفش هم خیلی تاثیرگذاره، به حدی که پدر و مادرها شروع به تکرار شعارهای این سازمان با صدای بلند می‌کنن. حتی لوئیس هم باهاشون همکاری می‌کنه. از اون طرف فرن هم تو خونه است که به دوستش میگل زنگ می‌زنه و پدر و مادرش جواب میدن و میگن حق نداره دیگه پسرمون زنگ بزنه، که خب اونم خیلی به هم می‌ریزه. به دوستش نوریا زنگ میزنه و شروع میکنه به دعوا در مورد اینکه شب قبلی یه نفر رو بوسیده بوده، که نوریا هم میگه خودت نخواسته با هم تو رابطه باشیم، و دوباره یه دعوا اینطوری شکل میگیره و میبینیم فرن با اعصاب خردی کف خونه دراز کشیده. ساعت‌ها میگذره، شب شده و میبینیم که لوئیس یه تصمیم خیلی مهم گرفته. لحظاتی بعد دو تا آدم غریبه میان و شروع میکنن به کتک زدن فرن و به زور اونو با خودشون میبرن. میفهمیم که لوئیس با همین شرکت سیمکا قرارداد بسته و خب قرار پسرش رو ببرن تا اونو سر به راه کننش. فرن با داد و فریاد پدرش کمک میخواد، اما پدرش میگه که این به صلاح خودت و بعدن بهش میرسی. صبح شده و این دو تا مامور فرن رو به همین سازمان تحویل میدن. مدیر اصلی میاد تا بهش خوش آمد بگه، که خب فرن عصبانی و شروع به توهین میکنه، اما این مدیر خیلی عصبانی تر و کتکش میزنه و میگه حق نداری دیگه من بی احترامی بکنی. خیلی زود فرن رو میبرن معاشرت ته میزنن، لباس فرم ساده ای بهش میدن و میگن که از این به بعد باید مراقب رفتارت باشی. تو اولین جلسه این سازمان هم شرکت میکنه، بقیه پسرها بلند میشن و بهش خوش آمد میگن. بعدم مثل نظامیان یه سری قوانین رو به زبون میارن، قوانینی که مهمترینش اینه وسط حرف مدیریش وقت نباید بپری و باید سر به زیر و حرف گوش کن باشی. چیزی که فرن از بقیه پسرها میفهمه اینه که اول از همه خیلی ترسوان و دوم اینه که یه علامت عجیب زیر چونه اکثرشون وجود داره. بعدم میره توی باشگاه مدرسه و شروع به تمرین اجباری میکنه، تمرینی خیلی قوی و شدید که اصلا حق خسته شدن هم توش ندارن. بعدم دور هم دیگه مثل کارگرها باید یه سری وسیله از جمله گریل
این لباس درست کنن، یه نهار خیلی داغون رو در پیت بخورن و این میشه روتین هر روزشون. هر از چنگاهی هم باید یه تست پزشکی بدن. یه روز در میون هم آموزشایی هست که روی تلویزیون بهشون داده میشه و باید تا آخر بهشون گوش کنن. لوئیس رو میبینیم که بعد مدت میخواد یه نفس راحت بکشه، اما سری دلش برای پسرش تنگ میشه. یه جعبه جمع میکنه لوازم مختلف و یه دونه بطری آب که برای پسرش میفرسته. مدیر سازمانم بهش نشون میده چیا براش فرستاده شده، اما بهش میگه حق نداری هیچ کدومو نگهداری، فقط میتونی هر وقت دلت خواست بیای نگاهشون بکنی. فرانو میبینیم و میفهمیم که هر هفته یه جلسه گروهی روانشناسی دارن. توی جلسه اول که میشینه پسرها شروع به صحبت از خانواده‌هاشون میکنن و سختی‌هایی که دارن میکشن. نوبت به فران میرسه و میگه من از پدرم متنفرم که منو به اینجا فرستاده و مطمئنم اصلا دوستم نداره. روانشناس هم که حرف میزنه و میگه با اینها دلت براش تنگ شده مگه نه، و فران هم تایید میکنه. همین روز میریم به اتاق مربی‌های این مدرسه. مدیرم اونجاست و بهشون خبر میده که برنامه بر این شده که هر چند وقت یه بار یه روزو به همشون آف بدیم که آزاد باشن و هر کاری دلشون بخواد بکنن. دیگه خبری از اون قانون و سختگیری‌ها تو این روز نیستش. خب یه سری مربی‌ها مخالفن، ولی یه سری از جمله روانشناس موافقن و میگن واقعا بچه‌ها بهش نیاز دارن. یکی از نازم‌های اینجا هم اسمش ناندوئه و تو این فرصت شروع به صحبت از این می‌کنه که غذای اینجا خیلی بده و خیلی بده که ما مربی‌ها و اون بچه‌های داغون و به درد نخور باید به یه شکل غذا بخوریم. باید ما رو فرق بکنه. که خب مدیرم حرفش جدی نمیگیره و اصلا بهش بی اهمیته. البته که ناندو هم خیلی بهش برمیخوره. برای همینم هم سر میز ناهار به یکی از پسرای رفیق گیر میده و شروع به کتک زدنش میکنه. پسری که میگفت غذا اون یکم خوشیه مجبور حالا به زور هر غذایی که ناندو بهش میده رو بخوره و در آخر بعد کلی کتک بره بیمارستان. رئیس اصلی سازمان سینکو هم این قضیه رو میشنوه و میاد با مدیری بحثی میکنه که چرا انقدر حواستون به رفتار بقیه نیستش؟ ممکنه این قضیه برامون بعد تموم شه، اگه خبرش به بیرون درس کنه دهنمون رو سرویس میکنن. مدیرم با ناندو یه بحث دوباره میکنه و بهش میگه که باید از این بعد حواست خیلی باشه که چیکار میکنی و یه بار دیگه دست به کسی بلند کنی من میدونم و تو. ناندو هم میگه ولی این بچه‌ها باید زور بالا سرشون باشه و الان اصلا آدم نمیشن. که مدیرم عصبانی میشه و تهدیدش میکنه که یه بار دیگه به حرفم گوش ندی دهنت رو سرویس میکنم. آخر شب شده و بچه‌ها خوابیدن که یه سریشون دارن کابوس میبینن و متوجه میشیم یه نفر یواشکی اومده داخل و داره با دوربینش از اینها فیلم میگیره. دلیلش رو الان نمیدونیم. سر و صدایی هم داره از اتاقهای بیرونی میاد که فرن از خواب میپره و خب مشتاق میشه و یواشکی از اتاق خارج میشه. از نگهبانان پنهان میشه و در آخر خودش رو به مرکز صدا میرسونه، جایی که میبینه یکی از پسرها به تختی بسته شده، دهنش یه پارچه استریل شده است و روی گوشاش یه هدفونه که داره با صدای فوق العاده بلندی موسیقی راک پخش میکنه. پسری که با کل قدرتش داره فقط فریاد میکشه و فرند سری موفق میشه اونو آزاد کنندش. اما این پسر که خیلی ترسیده شروع به داد و فریاد میکنه که خب نگهبان صداش رو میشنون و به طرفشون میاد. فرند سعی میکنه فرار کنه، اما این وسط یکی از نگهبانها میبیندش. نگهبان میره سمتش و فرند که خیلی ترسیده یه دفعه شروع به کتک زدن اون میکنه. البته که چند تا نگهبان دیگه میان و در آخر جداشون میکنن. بعدم سری میبرنش به اتاقی و شروع میکنن به تنبیه کردنش، تنبیهی که مجبور ساعتها روی شکم دراز بکشه و حتی حق نداره که برای دستشویی کردن از جاش تکون بخوره و سر جاش باید خودش رو خالی کنه. چند تا پسر دختر دیگه هم اینجا دارن تنبیه میشن و خب حالا میفهمیم که پایین صورت خیلی هاشون یه علامت بود، علامت همین تنبیه، چون انقدر باید دراز بکشن که صورتشون هم زخم میشه. یه نگهبان هم داره همیشه نگاهشون میکنه، ولی آخر شب که میبینیم دوباره یه نفر میاد، یه دوربین دستشه و شروع به فیلم گرفتن از همین پسر و دختر میکنه. شب تا صبح گذشته و هنوز تنبیه تموم نشده. تازه شروع میکنن به پخش کردن یه آهنگ هوی متال با صدای فوق العاده بلند توی اتاق که خب درد بینا رو خیلی بیشتر هم میکنه. روز بعد میبینیم که لوئیس هم به یه جلسه درمانی گروهی رفته که توسط همین سازمان داره برقرار میشه. مسئول اصلیش هم روانشناس همین سازمانه و خب پدر و مادرها میان اینجا تا با هم صحبت کنن و در مورد درداشون حرف بزنن. اینجا با زنی به اسم لوز آشنا میشیم. لوز از همسرش جدا شده، ولی خب یه دختر دارن که هر دوتایی بهش رسیدگی میکنن. دخترشون هم کسی بوده که قبلا تو همین سازمان سینکا بوده و به تازگی ازش آزاد شده. دختری که کاملا سربزیر، دیگه هیچ حرفی نمیزنه و کلا مخالفتی هم نشون نمیده. البته که استرسش از حرکت پاهاش کاملا مشخصه. وقتی هم میخواد بره دستشویی پدرش میگه صبر کن یکم دیگه نوبتمون تموم شه و بعد میریم. دختر مثل برده حرف گوش کن سر جاش میشینه و حتی همونجا دستشویی میکنه. خب لوئیس هم با دیدن اتفاقی که برای این دختر افتاده خیلی بیشتر از قبل نگران پسرش فرام میشه. شب لوئیس به اتاق پسرش میره و شروع به گشتن اون میکنه.
پای کامپیوترش میشینه و یه سری فیلم از دور همیهایی که با دوستاش داشت رو میبینه. متوجه میشه اصلا کار خلافی نمیکنن. خیلی عادی با همدیگه خوش میگذرونن. یه وقتایی شاید مشروب بخورن ولی کارشون جوری نیست که به دیگران آسیب برسونه. خیلی هم پسرش خوشحاله و حتی چند تا فیلم یواشکی هم پدرش گرفته که خب نشون میده چقدر حواسش به پدرش بوده. لوئیس متوجه میشه شاید بی توجهی خودش بوده که پسرش ازش فاصله گرفته و کارهای بدی رو انجام میداده. برای همینم هم صبح روز بعدی سری خودش به سازمان سیمکا میرسونه تا با پسرش یه ملاقات داشته باشه. البته که مدیر اونجا بهش اجازه رو نمیده. بهش میگه که پسرت یه کار خلافی انجام داده و فیلم لحظه که اون نگهبان کتک میزده رو نشونش میده. بعدم میگه به خاطر همین داریم تنبیهش میکنیم و یکی از مهمترین تنبیه ها همینه که حق نداره شما رو ببینه. اگه بیای تو همه چیز به هم میریزه. لوئیس هم که بیخبر از حقیقت این سازمان و کارهای وحشیانشونه فکر میکنه هنوز پسرش فرن آدم نشده و خیلی مشکل داره. برای همینم از اونجا به راحتی میره. ساعتی بعدم موقع یکی دیگه از کلاس‌های پسرهاست که دارن با هم دیگه قبلش شوخی میکنن و حرف میزنن. مدیر که انگاری از قبلم وحشی تر شده فریادی سرش رو میکشه و میگه حق نداره دیگه هیچ حرفی بزنید. برام یه رفیق نگهبانا رو صدا میکنه و میگه این بچه‌ها خیلی داره بهشون خوش میگذره و باید تنبیه شن. میبرنشون توی حیاط و توی قفس قرارشون میدن. قفسی که زیر نور خورشیده. حقی هم ندارن که چیزی جز لباس زیر بپوشن. چشماشون رو هم میبندن و مدیر بهشون میگه هر کسی دستش به زمین بخوره باید بره تو همون اتاق تنبیه و نزدیک به یک هفته رو همونطوری درازکش روی چونش بگذرونه. ساعت‌های اول عادیه ولی کم کم خیلی شرایط سخت میشه. شب‌ها هوا خیلی سرده. برای دستشویی رفتن باید همونجا خودشونو خلاص بکنن و روزها هم زیر نور آفتاب ذوب میشن. خلاصه که خیلی‌ها کم کم کنار میکشن و میافتن زمین و به همون اتاق تنبیه برده میشن. فرن و چند نفر دیگه موندن. بوی گندی که تو قفسه داره واقعا آزارشون میده و هر لحظه هم درد پاها و دستاشون بیشتر از قبل میشه. حتی موقع ناهار براشون ظرفی میارن که به اندازه همشون غیر از یه نفر غذا. کسی که بهش غذا نرسه به همون اتاق تنبیه میبرنش. همزمان با این اتفاقا اون ناظم وحشی یا ناندو رو میبینیم که خیلی داره از وحشی تر شدن مدیر لذت میبره. نگاهش به روانشناس میفته و متوجه میشه یه کاسه زیر نیم کاسه‌شه. تعقیبش میکنه و در آخر میفهمه که این روانشناس بوده که از همه فیلم میگرفته. میبرنش پیش مدیر و اعتراف میکنه که قصد داشته تمام وحشیگری های این سازمان رو رو کنه. الانم فیلم هایی که تا حالا گرفته رو برای چند نفر فرستاده و به زودی همه چیز مشخص میشه. مدیر سعی میکنه قانعش کنه که این روش آموزش واجبه و فقط همینطوری میشه خیلی از آدم ها رو سر به راه کردشون. البته که روانشناس گوشش به این حرفو بدهکار نیست. دوباره میریم پیش پسرها و میریم بالاخره آخرین کسی که سر جاش وایساده فرن و بقیه همه میافتن. از روز بعدی هم دیگه رفتارش خیلی آرومتر و کلا کارش به کار هیچ کسی نیستش. میریم پیش پدرش لوئیس. لوئیس با همون زنی که دخترش رو قبلا به اینجا فرستاده بود یعنی لوز رفیق شدن و خیلی بیشتر با هم رفت و آمد میکنن. کم کم هم خوششون میاد حتی رابطه هم بینشون برقرار میشه. از اون طرف هم وکیلش بهش زنگ میزنه و بهش خبر میده که همسر سابق ازش شکایت کرده چون قیومیت فرن با جفتشونه. اما لوئیس بدون مشورت با همسر سابقش اونو به این سازمان فرستاده و خب الان داره براش سری مشکل قضایی ایجاد میکنه. البته دلیل اصلی شکایت اون زن نگهداری و مراقبت از پسرش فرن نیست، بلکه فقط میخواد ازش یه جوری پول بگیره. این وسط میبینیم که روانشناس فیلم هایی که ضبط کرده بوده رو برای یه نفر فرستاده. میریم پیش همون دختری که قبلا اینجا بود یعنی دختر لوس. پیش پدرش زندگی میکنه و پای لپتاپی که یه رفیق چشش به این فیلم ها میفته. خاطرات وحشتناکی زنده میشن و بدون هیچ حرفی میره دم پنجره یه لفه میفته پایین. این کارش هم به شدت به روحیه مادرش لوز آسیب میزنه. میریم توی سازمان میبینیم که صاحب اصلیش اومده با مدیر صحبت میکنه و در مورد روانشناس میگه که شنیدم چه فیلم هایی ضبط کرده. باید از این به بعد نظم خیلی بیشتر کنید. حواستون باشه هیچ خبری به بیرون درز نکنه و این یه بار رو فعلا شانس آوردیم. برای همینم هم میبینیم که فرن و بقیه بچه‌ها بلاهای خیلی بدتری سرشون میاد. اکثر روزهاشون رو دارن تو اتاق تنبیه میگذرونن. انقدر ورزش میکنن که یه وقتو بالا میارن و مجبورشون میکنن با دست اونو جمعش کنن. خلاصه که همه چیز بدتر از قبل و مدیر و بقیه نگهبانا مدام در حال تحقیر بچه‌هان. یه روز این قضیه خیلی مخ فرن میره. برای همینم بعد ناهار همونجا وای میسته و از اتاق خارج نمیشه. میگه من اعتراض دارم. مدیرم که اصلا حوصله این کارو نداره دستور میده بدترین تنبیه روش اجرا کنن. همون چیزی که قبلتر هم خود فرن دیده بود. میرن به اتاق میبندنش، روی گوشش هدفونی میذارن با صدای بلند، توی دهنش پارچه میکنن و از اتاق خارج میشن. فرن شروع به دیدن توهم‌های از خاطراتش میکنه. به شدت حالش بده و مدام زجه میزنه و فریاد میکشه. معلوم
نیست چند ساعت این بلا رو سرش میارن. اما سکانس در میبینیم که توی بیمارستانه، به گوشه ای زل زده و دیگه هیچ چیزی به اسم احساس تو نگاهش مشخص نیست، به هیچ چیزی هم اهمیت نمیده. و وقتی برمیگردوننش به اتاق پیش بقیه، میبینیم که امروز همون روزیه که گفته بودن میخوایم بقیه رو آزاد بذاریمشون. دختر و پسر دارن به راحتی با هم میرقصن، موسیقی پخشه و همه چیز آرومه. ولی وقتی که فرن رو میبینن یه سریشون به هم میریزن. یکی از پسرها یه رفعه از رقص دست میکشه و سرجاش ثابت وای میسته، میگه من دیگه اعتراض دارم و نمیخوام ادامه بدم. چند نفر دیگه هم همین کارو انجام میدن که نگهبانا میافتن به جون همشون رو تا میخورن کتکشون میزنن. همزمان با همه این اتفاقا میبینیم که پدر و مادر هم یه جشن دارن و توسط همین سازمان جشن گرفته شده. منتها پدر فرن یا همون لوئیس حالش اصلا خوب نیست و نمیخواد شرکت بکنه. بعدم به مراسم خاکسپاری همون دختر لوس که فوت کرده بود میره. لوس بهش میگه که برو زودتر پسرتو از اونجا بیار بیرون. من نمیدونم چه بلایی سر دخترم اومد و هنوزم نمیفهمم چرا اون کارو با خودش کرد، ولی مطمئنم اون سازمان یه ربطی بهش داشته. اینجا باید اشاره کنم که بعد از وقتی که دست اون روانشناس روش رو فهمیدن داره فیلم میگیره، هیچ کس دیگه ازش خبر نداره کجاست. ما هم اصلا نمیفهمیم، انگار کلا آب شده رفته تو زمین. این فیلم ها هم معلوم نیست که کجا و چه بلایی سرشون اومده. خلاصه که لوئیس هم به حرف لوس گوش میده و میره دنبال پسرش و از اونجا میارتش بیرون. وقتی میبینه پسرش هیچ حرفی نمیزنه و سر جاش ساکته، از مدیر میپرسه چیکار کردید باهاش و مدیر هم میگه همون چیزی که میخواستی، دوست داشتی ولی نمیتونستی انجامش بدی. بعدم با فرن به سمت خونه راه میافتن. وقتی میرسن همچنان هیچ حرفی با هم دیگه ندارن، ولی فرن به همون نوریا که دوست صمیمیش بوده با هم رابطه داشتن زنگ میزنه و میره به دیدنش. سرش رو میذاره رو پای اون و شروع به هقهق گریه میکنه. زندگی عادی دوباره شروع شده. لوئیس از رفتار جدید پسرش تقریبا خوشحاله، ولی خب خیلی وقتا میفهمه که یه بلای بدی قطعا سرش اومده. حتی برای پسرش یه هدیه میگیره و فرن اونو پرت میکنه کنار. بطری آبی هم که وقتی تو اون زندان بود براش فرستاده بودن پسش میده و میگه دیگه نمیخوام برام هیچ چیزی بگیری. لوازم کل اتاقش هم میریزه بیرون و انگاری میخواد تمام زندگی و گذشتش رو پاک بکنه. حتی سرش از پنجره میکنه بیرون و از ته دلش فریاد میکشه. دو سه روز گذشته و یه روز که دوتایی تو آشپزخونه ان، یه رفعه فرن رد میده، شروع به داد کشیدن میکنه و با پدرش بحثی راه میندازه و میگه تو منو فرستادی تو جهنم، تو سیمکا باهام فلان کارا رو کردن، منو میبستن و این بلاها رو سرم میآوردن و همه چیزو براش تعریف میکنه. پدر یه رفعه میزنه زیر گریه و میگه به خدا نمیدونستم میخوان این کارو باز بکنن، من کلی شانس جلوت میذاشتم، میگفتم که دروز درست میشی، این کارو میکنی، اون کارو میکنی، ولی باز میرفتی تو راه خلاف، داشتی زندگی خودتو خراب میکردی، زندگی منم همینطور و هیچ راهی برام نمونده بود جز اینکه از یه کسی کمک بگیرم، اما بازم نمیدونستم قراره باهات این کار رو بکنم و الا هیچ وقت نمیذاشتم که به همچین جایی بری. بحثشون خیلی قشنگه و هی بالا میگیره. پسر اشتباهات خودش و اشتباهات پدر میگه و میگه فقط تقصیر تو که من اینطوری شدم، بهم هیچ توجهی نمیکردی. و پدرم میگه من از همون اول مجبور بودم دست تنها بزرگت بکنم، مادری نبود که بخواد بهت برسه، برا همینم هم باید کار میکردم، هم وقتایی که نیازم داشتی میومدم پیشت و یه وقتایی از هر دو طرف کم میکشیدم. هر دو میزنن زیر گریه و در آخرم از اتاق خارج میشن. سکانس بعد میبینیم که دوتایی دارن به خونه همسر سابق لوئیس میرن. قراره که حضانت کامل فرن رو به عهده بگیره و میخواد برگه های نهایی رو بده به همسر سابقش تا امضا بکنه. همین کارم انجام میده و وقتی برمیگرده وسط خیابون وامیسته، میره بیرون و ته دلش میزنه زیر گریه و فریاد میکشه. فرن هم ماشین پیاده میشه و میره پدرشو در آغوش میگیره و میگه میبخشمت، میدونم حواست بهم هست. هر دو دارن گریه میکنن و سکانس آخر میبینیم که بالاخره بعد سالها دوتایی برای تفریح رفتن بیرون. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. از این فیلم باید چند تا درس بگیریم. اولش این که هیچ پدر و مادر و هیچ فرزندی بی تقصیر نیست. توی اتفاقی که الان برای فرن و پدرش لوئیس افتاد، توی کل زندگیشون کاملا دیدیم که هر دوشون به اندازه مقصر بودن. پدرش شاید بی اهمیتی میکرد به پسرش، از اون ور پسرش شاید نمیتونه شرایط اونو درک بکنه و یه هم دنبال عشق و حالش بود، با پدر احساسش رو در میون نمیذاشت و خلاصه هر دو طرف اشتباهاتی بود که اونا رو به اینجا رسوند. ولی اگر که یه مقدار تعامل بیشتری با هم داشتن و بیشتر همو درک میکردن، قطعا میشد خیلی چیزها جلوگیری کرد. این به نظرم چیزیه که دیگه هر کسی با دیدن همین خلاصه کاملا درکش کرده، نیاز نیست بخوام در موردش صحبت بکنم. بحث دومی که به نظرم خیلی مهمه موقع بررسی این فیلم بهش بپردازیم، سیستم آموزشی دنیا. میشه گفت این فیلم یه نقد کاملا قوی و وحشیانه به سیستم آموزشی برده پرور گلوبالیسم. دنیایی که میخواد از بچه‌هایی که جدیدن به مدرسه میرن، از چیزهایی که بهشون یاد میده، نمیخواد یه آدم‌های متفکر و عاقل بسازه. میخواد صرفاً داشته‌ها، خواسته‌ها، هدف‌های خودش رو به اونها تحمیل بکنه. و این توی هر دولتی داره پیش میاد. این دنیا به جغرافیا و مکان خاص محدود بشه. سیستم آموزشی میگم صرفا وسیله تبدیل شده برای شکل دادن ذهن‌های نو، ذهن‌های جدید
به طوری که بتونن اهداف خود دولت رو دنبال بکنن و این به نظرم یکی از بزرگترین سلاح‌ها و روش‌های نبردیه که تونسته سیستم کنترل ذهن پیاده بکنه. یعنی دیگه هیچ کسی نمیاد یه بچه‌ای رو تربیت کنتش که بتونه آزادانه فکر کنه، آزادانه تصمیم بگیره و به دنبال هدف‌های خیلی والاتری از یه دولت باشه. این فیلم دقیقاً در مورد همین می‌خواد صحبت بکنه. یعنی فکر کنید یه پسری بودش که حالا داشت کارهای اشتباهی می‌کرد، به حرف پدرش گوش نمی‌داد، خیلی کارهای بدی انجام می‌داد، ولی در آخر پدر تصمیم گرفتش که اونو وارد همین سیستم آموزشی بکنه و در آخر پسری که تحویل گرفت یه بعدای حرف گوش کنی بودش که دیگه هیچ احساسی تو چشماش نبود. همون بلایی که سر اون دختر بیچاره اومد بود، دختر لوز، و دیدیم در آخر چی کار کرد. این شاید به چشم خیلی از پدر و مادرای چیز ایدئال باشه که دیگه پسر و دخترشون حرف گوش میکنه، هیچ کاری انجام نمیده، ولی خب چیزی که توجه نمیکنن اینه که آزادی و انسانیت طرف رو ازش گرفتن و این بدترین کاریه که دارن انجام میدن. این به نظرم مهمترین جنبه این فیلمه و به نظرم هر کسی هم نمیاد در موردش صحبت بکنه. خیلی ها روی همون روابط پدر و مادری و فرزنده دارن تمرکز میکنن و این پیامشو دارن از یاد میبرن. پیامی که به نظرم خیلی واضح و کوبنده هم داره بیان میکنه. یه جوری مثل فیلم پلتفرم. فیلم پلتفرم هم دیدین دقیقاً داشت همین سیستم کنترل ذهن رو به یه شکل دیگه آموزش میداد که داشت میگفت چیا دارن یاد میدن، دارن چیکار میکنن با انسان ها. و اینجا میاد توی قشر جوانتر، قشر کم سنتر صحبت میکنه و میگه که ذهنهای نو رو دارن چی کار میکنن. خلاصه امیدوارم از فیلم خوشتون اومده باشه. من دیگه نمیخوام زیاد در مورد صحبت بکنم، یه مقدار بحث خطرناکه داریم به سیستم جهانی میزنیم. امیدوارم که حواستون با خودتون باشه دیگه و گیرسی. سلام، امروز من با همه کف